حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری تنها شعار داده و عمل نکرده است. فعالان مدنی و کارشناسان حقوقی در هرات در واکنش به ثبت دارایی‌های رئیس اجرایی آن را حرکتی نمایشی می‌خوانند و در عین حال می‌گویند که این کار تاثیر اندکی هم روی مبارزه با فساد اداری خواهد گذاشت. از دید کارشناسان حکومت باید برنامه ویژه برای ثبت دارایی‌های همه دولتی‌ها داشته باشد. همکارم آصف جاهد گزارشی دارد که با هم می‌بینیم. در زمان کارزارهای انتخاباتی هر کدام از نامزدان پافشاری به مبارزه با فساد اداری می کردند. اکنون که بیش از یک سال از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشته، از دید کنشگران مدنی و حقوقی شعار و تعهدهای دولت مردان هیچ کدام عملی نشده است. به باور برخی این بار نه تنها کم نشده که افزایش هم یافته است. تعهدی که حکومت در برابر مبارزه با فساد اداری داره متاسفانه نمیتونه عملی کرده و تنها و تنها در حال حاضر اکتفا میکنه به تشکیل کمیسیون های مختلف یا کمیسیون های متوازی با هم دیگر. خب شعارها بسیار زیاد داده شده و در عمل ما چیزی ندیدیم. متاسفانه خیلی از مواردی که شما شاهد از او هستین میبینید که خب فساد کاهش نداشتیم ما در قسمت ها و افزایش فساد را حتی داشتیم. ولی برای شفافیت در امور مالی مقام‌های کشور، رئیس اجرایی به تازگی تصمیم گرفته تا دارایی‌های خود را ثبت کند. این بار واکنش‌های گوناگونی را در پی داشته است. برخی این کار را گامی کارا برای مبارزه با فساد می‌دانند و برخی دیگر آن را نمایشی و کم تأثیر. از سوی دیگر کنشگران مدنی خواستار اینند تا حکومت مقام‌های ولایت‌ها را هم ناچار به ثبت دارایی‌هایشان کند. ثبت کردن از اینا خب یک مرحله است، باید پیگیری از این قضایا هم مرحله بعدی است که باید اینا پیگیری بشه و جدا مورد پیگرد قرار بگیره و خب تا این میتونه به نوعی مانع بشه از فساد اداری در کشور. حرکت یک حرکت نمادین هست، یک حرکت نمایشی هست، ولی خب ممکنه تأثیرات اندک در قسمت پیشگیری از فساد اداری داشته باشه، با اینکه ما در مبارزه با فساد اداری نباید امیدوار به چنین حرکت هایی باشیم. از دید کارشناسان نبود برنامه درست در زمینه ثبت دارایی های دولتی ها باعث می شود تا مقام ها از راه های گوناگونی مانند پولشویی و یا باز کردن حساب های بانکی به نام دیگران دارایی های خود را پنهان کنند. به هر روی در این سالها فساد روز به روز در اداره های دولتی در حال افزایش بوده و کاری همسران نتوانستن انجام دهند. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در نخست کارهایی در این زمینه انجام شد که بسیاری را خوشبین کرد. ولی کم کم پرداختن به این چالش گویا فراموش شده است.